سوختور در یکی از انشاءات بزرگترین نیروگاهی اتمی اوکراین در ولایت زاپاروژی. مقامات اوکراین میگویند سوختور بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنا به گزارش ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتاری روسیه اروپایی ها باید بیدار شوند. تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکت جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این 6 مراتبه بدتر می شود. نیروگاه زاپاروژی کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بدلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند. اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید ما آماده‌ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم. بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپاروژی را محکوم کردند.